به نام خدا. حکایتی درمانی عجیب زن پادشاه توسط ابو علی سینا. دوستای عزیز، شما در قصه خود شنیدین که زن پادشاه بیمار میشه و طبیبان هر کار میکنن نمیتونن او را خوب کنن، تا ای که جوانی به نام ابو علی سینا زن پادشاه را به گونه عجیبی درمان میکنن. تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. ممنون از لایکتان. روز بود روزگاری بود، شهریاری بود که زن داشت و دختری. روز زن بیمار شد و سپس مرد. پادشاه سالها بدون زن ماند تا اینکه دخترش به او گفت بهتر از زنی بگیری تا مایه دلخوشی تو باشه. پادشاه گفت هر کس تو انتخاب میکنی ما به زنی میگیرم. دختر همسری برای پدرش پیدا کرد که زن مهربان و خوبی بود. پادشاه با او عروسی کرد. پس از مدتی زن بیمار شد و طبیبان هر کار کردند نتوانستند او را خوب کنند. زن سکته کرده بود و یک دست و پایش از کار افتاده بود. پادشاه که فهمید کار از پزشکان ساخته نیست عصبانی شد و آنها را تهدید کرد که اگر تا 40 روز نتوانند همسرشان را سالم کنند باید برهنه از شهر بیرون بروند. پزشکان به فکر افتادند که چه کنند و چه نکنند، اما عقلشان به جایی نرسید تا اینکه یک از آنها گفت در نزدیکی شهر ما جوانی هست که هم پزشک خوبی هست و هم چیزهایی می داند که ما نمی دانیم. اسمش هم ابو علی سینا است. نامه‌ای به ابو علی سینا نوشتند و او را به شهر خود دعوت کردند. ابو علی سینا به همراه چند پزشک به قصر پادشاه رفت. پادشاه که قبلا اسم ابو علی سینا را شنیده بود با دیدن او بسیار خوشحال شد و خانه‌ای با دو کنیز و دو غلام به او داد. ابو علی سینا پس از اینکه بیماری زن را تشخیص داد گفت بر زن اوه گرمی آماده کنین و زن به حمام روان کنین. سپس به یکی از کنیزان گفت لباس مردانه بپوش و ریش و موهای مصنوعی بگذار و به پیش زن پادشاه ده حمام برو. کنیز ای کار کرد. زن پادشاه که برهنه بود با دیدن یک مرد ده حمام تکان سخت خورد. خواست فرار کنه که کنیز دستش را گرفت. از این تکان سخت زن پادشاه تندرست شد. پادشاه که ماجرا را فهمید بسیار خوشحال شد و از ابو علی سینا خواست هرچی می خواهد بگوید. ابو علی سینا از پادشاه خواست که اجازه دهد که او را به کتابخانه پادشاه ببرند و از کتابهایی که در آنجا هست استفاده کنند. ابو علی سینا به کتابخانه رفت و از کتابهای آنها بهره بسیاری بود و سپس طبیب قصر شد. پایانی داستان. خب دوستا، خدا کنه که قصه خوشتان آمده باشه. آها، فراموش نکنین که چنل سابسکرایب و ویدیو را لایک کنین. تا قصه و حکایت دیگه خداحافظ.